بر شما. 20 تیر ماه 1393 خورشیدی و 11 ژوئیه 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به بزرگترین حرکت دانشجویی بعد از انقلاب میپردازیم. پرده آخرم خواهیم داشت. پانزدهمین سالگشت بزرگترین حرکت دانشجویی بعد از انقلاب 18 تیر ماه 1378 حرکتی که اختلافای درون هیئت حاکمه را چنان دامن زد که علنیش کرد. اختلاف اصلاح طلبان که دولت دستشون بود با جناح رقیب که طرفدار سرکوب بود و اصلاح طلبان طرفدار کنترل در واقع. حالا تو این یه ساعت ما نمیخوایم بحث کنیم کی موافق سرکوب بود، کی مخالف کشتن بود. در همه 35 سال گذشته چنان که میدانید تجربه همیشه نشون داده اونجا که کل حاکمیت اصلاح طلب و تندرو و همه احساس خطر کردن که نظام در خطره، همه وارد میدون شدن هر کدوم به شیوه خودشون. نکته مهم این است که امروز هر دو جناح اصلی حکومت سرکوب دانشجوها رو در 18 تیر 78 محکوم میکنن. کی سرکوب کرده؟ همین حکومت و همین آقایون هم در مصدر کار بودن، ولی هر کدوم میگن اون یکی کرده. من خاطرم از سال 82 که بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم، جناب عالی دبیر شورای امنیت ملی بودین. اگر بعد حوادث 18 تیر یادتون هست، هر سال به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه به هر حال دانشجوها مراسم میگذاشتن داخل دانشگاه، بیرون دانشگاه. یه جلسه که خدمت جناب عالی بودیم اونجا، بنده موافق این بودم که اجازه بدیم دفتر تحکیم وحدت که به هر حال میخواد برای 18 تیر مراسم بگیره، بگیره این مراسم رو. من خاطرم از جناب عالی اونجا اشاره به این میکردیم که بابا دنبال دردسری ول کن، چه مجوزی؟ اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست، راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیاییم اینا رو دستگیر بکنیم. راه اینه از ابتدا بیاییم به اونها بگیم یا مجوز نیست، یا اگر مجوز است بیان کار خودشون انجام بدن، تظاهرات کنن، مبدا معلوم باشه، انتها معلوم باشه. خب اینو نمونه آوردیم تا بگیم که ما چرا نمیخوایم در واقع وارد این بحث‌های تبلیغاتی بشیم. 15 سال از اون حادثه میگذره. حادثه آنقدر عظیم بود که در خارج از ایران نمونهشو دارین میبینین، جلد مجله اکونومیست، ایران سکند ریولوشن که به عنوان انقلاب دوم با پرسش البته ازش صحبت میشه، یعنی زمینه‌های انقلاب دوم. انگیزه‌ای به وجود آمدن اون حرکت بی تردید بر زمینه شرایط آماده به وجود میاد و آمد. مجلس پنجم سر کار بود، همون مجلسی که مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی رو استیضاح کرد و خاتمی رو واداشت که عبدالله نوری وزیر کشورش رو برکنار کنه. یعنی شرایط به هر حال بحرانی بود. همین مجلس پنجم در تیر 78 میخواد طرحی رو تصویب کنه که روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری رو به شدت محدود میکرد. روزنامه‌های اصلاح طلب اعتراض میکنن و 17 تیر روزنامه سلام سندی رو چاپ میکنه که نشون میده سعید امامی که چند ماه پیشش به عنوان مسئول گروه خودسر وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای معرفی شده بود، او بوده که طرح محدودیت مطبوعات رو داده به اسم اصلاح قانون مطبوعات. سلام توقیف میشه و همون شب دانشجوهای دانشگاه تهران تظاهرات میکنن. تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده میشه و گسترش پیدا میکنه. سرکوب شدید شبانه از همون شب 18 تیر شروع میشه. انصار حزب الله و بقیه به اصطلاح لباس شخصی ها به همراه نیروی انتظامی سرکوب خشنی میکنن که حتی یکی دو روز بعدش الان میبینین آیت الله خامنه ای 21 تیر در سخنرانیش برخورد میکنه با این موضوع. حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود.
حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. آقای خامنه‌ای البته دقیقا در جریان هست، چون 18 تیر، عصر 18 تیر، سران نظام و نیروی انتظامی اینها جمع میشن، بیت آقای خامنه‌ای و گزارش دقیق بهش داده میشه و او هم نظر میده. به هر حال متن اون صحبت ها هست. خامنه‌ای در سخنرانیش که شنیدین، از یه طرف میگه حمله به کوی دانشگاه نادرست بود و قلب ایشون رو جریحه دار میکنه، و از طرف دیگه کل سرکوب جنبش اعتراضی رو که به خیابونا کشیده شده بود و تهدید کننده بود در واقع تأیید میکنه. دشمن دانشجو را هدف گرفته است. چند سال است سعی میکنن دانشجوها را بلکه بتوانند در مقابل نظام قرار بدن، موفق نشدن، بعد از این هم موفق نخواهند شد. خیال نکنن که اگر یک عده‌ای نفوذی از یک فرصتی خواستن استفاده کنن، از آب گلالودی ماهی بگیرن، وارد اجتماع دانشجویان شدن، شعارهایی درست کردن، حرفهایی زدن، خیال نکنن که ما اشتباه میکنیم، اشتباه خواهیم کرد. نه، ما اشتباه نخواهیم کرد. ما مخاطب خودمون را، طرف خودمون را میشناسیم. دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است. دشمن است که میخواهد با نام دانشجو یا با نفوذ در میان دانشجویان فساد بکند، تباهی بکند. خود دانشجوها بایستی هوشیارانه متوجه باشند. فردای این سخنرانی آقای خامنه‌ای پیامی میده که از صدا و سیما خونده میشه و در اون میگه که فرزندان بسیجی هم باید آمادگی های لازم را در خود حفظ کنند و با حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان در آن لازم است، دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند. این ظاهراً بعد از تصمیم شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت کار میده به سپاه. فردای این پیام هم که میشه 23 تیر تظاهرات حکومتی سراسری برگزار میشه و حسن روحانی سخنرانی میکنه علیه حرکتی که اتفاق افتاده بود و علیه فعالین دانشجویی. مهمان امشب برنامه در این قسمت برنامه صفحه آخر آقای امیر فرشاد ابراهیمی هستند، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به صفحه آخر. سلام، خسته نباشید. امیدوارم که بتونیم در خدمتتون باشیم و شما رو بینندگان عزیزتون. درود بر شما آقای ابراهیمی. شما هم از زمره انصار بودید در حادثه‌ای که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد. انصار حزب الله چه شد که حمله کرد به کوی دانشگاه؟ کی دستور داد؟ هماهنگی انصار حزب الله با نیروی انتظامی چگونه بود؟ حالا بفرمایید، خواهش می‌کنم اگه پرسشی بود بنده طرح خواهم کرد. خدمت شما عرض کنم که این که حمله به کوی دانشگاه دستورش از کی بود و کی انجام شد، این برمیگرده به خیلی پیشتر، شاید حداقل برگرده به 2 هفته یا 1 ماه قبل از حادثه کوی دانشگاه. و اصلا قرار بر این بود که در اولین تجمعی، همون صحبتی رو که ابتدای برنامه‌تون هم شما پخش کردید، آقای قالیباف و آقای روحانی با هم دیگه صحبت می‌کردن، قرار بر این بود که در اولین تجمع دانشجویی که در تهران برگزار میشه به هر مناسبتی، این اقدام انجام بشه، این سرکوب انجام بشه. این هم دوباره برمیگرده به دیداری که حالا فکر میکنم در اردیبهشت ماه
انصار حزب الله و بخشی از نیروهای اطلاعات نیرو انتظامی که اون موقع موسوم بود به نوپو، یک دیداری بود با آقای خامنه‌ای داشتن و اونجا صحبت‌های مطرح شد. ماحصلش این بود که آقای خامنه‌ای اعتقاد داشت باید خوف در دل دانشجوها انداخته بشه و باید حرکتی انجام بشه که اینها ساکت شن. ریزتر این قضیه خب تو بخش‌های اجرایی انجام می‌شد و اینها بنا داشتن که دانشجوها رو سرکوب بکنن به هر طریق ممکن و هیچ ابایی هم از کشته شدن حالا یک نفر یا دو نفر نداشتن. صحبتی بود که اون موقع از چندین نفر مطرح میشد. البته بعضیا میگن که این ابتدای دوم خرداد این صحبت مطرح شده بود. من حقیقتا خودم هم نمیدونم این صحبت مال چه کسیه. یه عده میگن مال امامیه، یه عده میگن مال خامنه‌ای، یه عده میگن مال الله کرمه، که حالا الله کرم بعید میدونم. صحبت بر این بود که اگر امروز دانشجوها سرکوب نشن، فردا مجبوریم تانگا رو به خیابون‌ها بیاریم. همین اساس و همین اعتقاد خیلی خیلی ریزتر شده بود تا اینکه در ماه تیر ماه زمزمه های آماده شدن این قضیه بود. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که مقدمه اون سرکوبی که در کوی دانشگاه در 18 تیر انجام شده بود، در حوالی روزهای 12 و 13 تیر ماه همه چیش آماده بود و فقط منتظر کشیدن زامن این نارنجک بودن که حالا اتفاقاتی اون موقع افتاد. افرادی بودن که در بدنه حزب الله نسبت به این قضیه اختلاف داشتن و افرادی هم بودن که دست به اقدامات افشاگرانه ای دادن، مثل حجت الاسلام پروازیان که اون سخنرانی معروفش هست، اون دقیقاً 11 تیر ماه انجام شده در مسجد شهدای تهران و بنده هم به نوعی مخالف این قضیه بودم. ولی الحق و الانصاف واقعا هم فکر نمی‌کردم شدت فاجعه به این قد باشه. من از روز 13 تیر ماه صحبت خودم رو به عنوان عضو مخالف شورای انصار هم در جلسات انصار انجام دادم و همین که وقتی دیدم نمیتونم دوستانمون رو در انصار راضی بکنم و قانعشون بکنم که این حرکت اشتباهه، شروع کردم به رایزنی های بیرون از گروه انصار، مثل رفتن به وزارت اطلاعات. بنده در دو نوبت در وزارت اطلاعات با آقای حسام الدین آشنا که امروز مشاور آقای روحانی است و اون موقع معاون ویژه و عمود سرویس وزارت اطلاعات بود صحبت کردم، بهشون گفتم که قرار یک همچین اتفاقی بیفته و این اتفاق میتونه ضربات خیلی زیادی به ما بزنه. آقای آشنا من گفتش که شوخی میکنی، همچین چیزی اتفاق نمیفته. بعد از اون به وزارت کشور رفتم، با آقای موسوی لاری صحبت کردم، هم من و هم آقای پروازیان در یک جلسه با هم دیگه رفتیم و در یک جلسه فرادا بنده رفتم. آقای موسوی لاری و آقای تایزاده به من گفتن که همچین چیزی امکان محاله که امکان بیفته، دولت و مجلس و همه اینها دست ما، شوراها دست ما، اصلا همچین چیزی امکان نداره. یادم میاد آقای موسوی لاری وقتی که اصرار من دید یک شماره تلفنی داد رو موبایل، از تقویم رومیزیش کند شماره تلفن موبایلش رو کاغذ نوشت به من گفتش که حالا اگه احساس کنی واقعا این اتفاق میفته به من زنگ بزن. موبایلی که همیشه خاموش بود در همه اون روزها. بعد از اون خب با تعدادی از دوستانمون، آقای سراج نامی بود که حالا در زمان بعد از زمان جنبش سبز اسم ایشون رو به مراتب بسیار شنیدیم در قرارگاه سارالله، من با آقای سراج هم صحبت کردم. حالا نمیخوام این جست رو بگیرم بگم من مخالف این قضیه بودم که دانشجوها کشته بشن، اینو حالا میپردازیم اینو آقای ابراهیمی. ما امیدوارم فرصت باشه که اون قسمت که من از منظر دیگه مخالف این قضیه بودم، چون احساس میکردم این سرکوب به ضرر جناح راستمون میشه، کما این که به هر جهت دیدیم که این اتفاق افتاد. در شب 18 تیر آقای فرخ به خاطر تموم شدن بسته شدن روزنامه سلام تجمعی گذاشتن و اینها تعدادی از بچه نیروهای انصار نیروهای خودشون رو به داخل کوی فرستاده بودند. کی گفت که اطلاع پیدا کردین و کی گفت که شما برین کوی؟ ناکنید بنده که در اون زمان در این گروه نبودم، ولی در ریز جریان ها واقع می شدم، چون اون موقع هنوز ارتباطم با اینا قطع نکرده بودم. تا 20 تیر من درسته که 18 نامه نوشتم و گفتم که استعفا میدم و در روزنامه ها هم مثل صبح امروز و روزنامه خرداد و اینا متن استعفای من چاپ شد، اما همچنان رابطه خودم رو داشتم و رایزنی میکردیم که این قضیه رو به نوعی جمعش کنیم دیگه. حالا اینجا خود نیروهای امنیتی دوم خردادی که در وزارت کشور، وزارت اطلاعات بودن، اینها خود اینها مقید بودن که این قضیه رو باید تمومش کنیم، چون اون چیزی که در سر داشتن نشد. اینها هدفشون سرکوب دانشجویی بود، اما به
واقع یک اتفاقی افتاد که دیگه نمیشد جمعش کرد. فقط مختص تهران نبود، درگیری و اعتراضات به شهرستان‌ها هم کشیده شده بود. برای همین حالا اگر بخوایم بگیم پروژه، این پروژه رو خواستن که به سرعت تعطیلش بکنن و این دقیقاً همون جعبه سیاه 18 تیری که حالا بعد از 15 سال هم هنوز باز نشده که اینکه نقش جناح‌ها و نقش حکومت‌ها چی بود. اما در بعد از 18 تیر هم جناح راست و حالا نیروهایی مثل نیروهایی که در سپاه و وزارت اطلاعات بودن، نیروهایی که در نیروی انتظامی بودن و همچنین نیروهای اصلاح طلبهایی که در بدنه حاکم بودن، همه اینها اعتقاد داشتن که این تموم بشه. من شب 18 تیر که این اتفاق افتاد ول کردم و رفتم شهریار. رفتم شهریار، اون موقع خب ما هم موبایل داشتیم هم بیسیم داشتیم، اون بی همون بیسیم که آقای یونسی هم صحبتش کرد و از وزارت کشور بخش وزارت اطلاعات آقای محسنی با من تماس گرفت و خب گفت خودتو برسون تهران. من که اومدم تهران از همون میدون انقلاب به اونور معلوم بود که دیگه اصلا تهران عادی نیست. در کل 3 حمله به داخل کوی دانشگاه شد. حمله‌ای که در شب حادثه شد که نقطه اصلی آغاز درگیری بود و حمله‌ای که بعد از نماز جمعه انصار حزب الله بسیجیا خودشون آماده کردن و رفتن و دوباره یعنی حمله سوم که دیگه اون حمله‌ای بود که دیگه کوی دانشگاه رو تبدیل به یک ویرانه کرد، حمله‌ای بود که در جمعه شب انجام شده بود. حالا چه کسی این درگیری رو آغاز کرد؟ نیروی انتظامی حمله کرد، انصار حزب الله حمله کرد. درگیری به این شکل شروع شده بود که دانشجوها وقتی در داخل کوی دانشگاه تجمع کرده بودند، به محضی که نیروهای امنیتی و همچنین اعضای قرارگاه سارالله و بسیجی ها آماده میشن، میفهمن که حالا این روز روز موعوده، همون روزی که مدت ها آماده بودن. اینها میان در خیابون امیرآباد، انتهای خیابون امیرآباد مقابل کوی وای میستن، ولی خب مادامی که دانشجوها از داخل کوی به داخل خیابون ها کشیده نشن، این درگیری نمیتونست آغاز شه. متاسفانه هم میشود گفتش که ناراحتی هایی که در بین دانشجوها بود، هم اشتباه دانشجویان و هم تحریکی که از نیروهای انصار حزب الله، تعداد افرادی بودن که داخل اینها حضور رفته، داخل کوی رفته بودن و دانشجوها رو تحریک میکنن که به خیابون ها بریم. وقتی که از داخل سردر کوی دانشگاه اینا وارد خیابون امیرآباد میشن، اینجاست که درگیری آغاز میشه. منتها درگیری اول باز مسئله نبوده، چون اینجا آقای کوهی خودش رو به شدت میرسونه. آقای کوهی مدیر کل کوی دانشگاه و دانشگاه تهران، ایشون خودشون رو میرسونه و نیروی انتظامی فرصت میخواد که 5 دقیقه من فرصت بدید تا من دانشجوهای معترضی رو که داخل کوی به خیابون امیرآباد اومدم اینها رو برگردونم. ولی خب اگر برمیگردوندن، همون کاری که باید انجام میشد نمیشه و آقای نظری که خودش هم اونجا حضور داشته دستور میده که با اینها برخورد شه. فرهاد نظری اول، خب تعداد فرهاد نظری، بله آقای نظری اون موقع آقای نظری سرپرست نیروی انتظامی تهران بزرگ بودن، ایشون مسئول هم نبودن، یعنی فرمانده نیروی انتظامی هم نبودن. من اعتقاد دارم که اصلا ایشون رو واسه یک پروژه کوتاه مدتی اووردن و بردنش، چون حکم فرماندهی نیروی انتظامی ایشون هم هیچ وقت ثابت نشده بود. دقیقاً اینو میرسونه که حاکمیت میخواست اگر روزی نظری نامی هم محاکمه بشه، به عنوان فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس تهران محاکمه نشه و ایشون یک مقام موقتی داشت، یعنی سرپرست نیروی انتظامی تهران بزرگ بود. ادامه بدیم، خواهش میکنم که این صحبت خود واقعه رو ببندیم. وقتی که این درگیری انجام شد، درگیری اول که آقای نظری و همچنین نیروهای نوپو و همه برش اتفاق نظر دارن، در دادگاه هم معلوم شد، این درگیری تعدادی بازداشت میشن، اما دانشجویان متعاقب به داخل کوی برده میشن، در کوی دانشگاه بسته میشه. حالا اینجا نیروهای انصار حزب الله و نیروهای بسیج و سپاه خودشون رو رسوندن، از اقصی نقاط تهران خودشون رو رسوندن به خیابون امیرآباد. همین فراخوان، شما اگر نگاه بکنید، حالا اگه ما خیلی نزدیکتر به واقعه کوی بودیم، روزنامه ها رو نگاه میکردیم، فیلم هایی که به جا مونده ازش نگاه بکنیم، اصلا محال ما بخونیم تصور بکنیم در کمتر از نیم ساعت در یک اتفاقی این چنین نیرو آماده شده باشه و اینها به صورت اتفاقی اومده باشن. همه اینها داله بر اینه که از قبل این برنامه ریزی شده بود. من در همون ایام یادمه در یک پای در ساختمون ژاندارمری سابق در میدان انقلاب که در همون خیابون ژاندارمری هست، یک موقعیتی هست برای نیروی انتظامی به اسم موقعیت القدیر. اینها از مدت‌ها قبل اونجا باتوم، شیلنگ، چوب، سپر، همه چی رو آماده کرده بودن. نیروهای قرارگاه سارالله در چندین مسجد
در مساجد عمده تهران اینها آماده بود. آقای ابراهیمی، یکی از اون مساجد که مسجد سجاد بود. آقای ابراهیمی، صحبت این است که اجازه بدید یک سوالی از یک از دوستان فیسبوک بشنویم، باز میگردیم تا مشخصا عرض کردم که مسئولیت این و هماهنگی این موضوع با چه نهادی، با چه فردی، با چه مسئولیتی بوده است. برمیگردیم. آیا این گفته درست است که دستور حمله و سرکوب دانشجویان و دخالت سپاه و بسیج در امر سرکوب توسط حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت صادر شد؟ گویا در آن زمان هیچ کس حاضر به قبول مسئولیت نبوده، ولی روحانی شخصا با قبول تمام مسئولیت دستور دخالت نیروهای سپاه و بسیج در امر سرکوب را صادر کرد. آقای ابراهیمی، خواهش میکنم. بله، خدمت شما عرض کنم این طرح این سوال به نوعی هم درسته هم غلطه. خدمت شما عرض کنم که این که میگن دستور حمله به کوی دانشگاه داده شده، نه، اصلا دستوری داده نشده. اما وقتی که اون اتفاقات در کوی دانشگاه افتاد، اون درگیری ها آغاز شد، جمعیت در اطراف دانشگاه تهران، میدان ولیعصر، خیابان فاطمی و خیابان جمهوری که بودن، یعنی روز 20 تیر ماه جمعیت معترض به خیابون جمهوری کشیده میشن. اینجاست که فرمانده سپاه در جلسه در شورای عالی امنیت ملی اعلام میکنه که خط قرمز سپاه خیابون جمهوریه. اگر دانشجویان بخوان از خیابون جمهوری حرکت بکنن، ما حکم تیر داریم و اینها رو میزنیم. در اون جلسه بله، آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور برخورد میدن. اما ما نمیتونیم تماما دست بذاریم رو آقای روحانی. هستن افراد دیگه مثل آقای شمخانی که اون موقع وزیر دفاع بودن، که اگر ملت یادشون باشه در شب 19 تیر وزیر دفاع آقای علی شمخانی به تلویزیون اومد و گفت بنده به عنوان وزیر دفاع به شما تضمین میدم تهران رو ظرف 48 ساعت ما ساکت میکنیم، که همون هم شد و دیدیم که نیروها بودن. این که دستور حمله به کوی داده باشه آقای روحانی، نه، ولی این که در بعد از 20 ایشون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور سرکوب داده باشن و دستور دخالت سپاه پاسداران رو داده باشن، بله این درسته. ولی خب مقام ارشد آقای روحانی هم آقای خاتمی بوده که ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی بودن. اجازه بدید این نکته رو من اشاره بکنم. زاکانی، ایرزاز زاکانی نماینده مجلس در گفتگوی با روزنامه مشرق میگوید که اون موقع فرمانده بسیج بودن. آقای زاکانی اون موقع فرمانده بسیج، بسیج دانشجویی، درست میگم؟ بسیج دانشجویی، بله، فرمانده بسیج دانشجویی. میگوید که آقای خاتمی که رئیس جمهور بود در 23 تیر حاضر نشد که بیاید و سخنرانی کند تو اون جریان تظاهرات حکومتی. آقای هاشمی و آقای ناطق هم حاضر نشدند تا اینکه آقای روحانی که تازه از خارج از کشور برگشته بود آمد و صحبت‌های خوبی هم کرد. به هر حال عرض کردم که ما نمیخوام درباره این که کدام شخص با این فرصت کمی که داریم نمیشه اصلا کاملا حلاجی کنیم. خلاصه نه موضوع رو این حرف آقای زاکانی درسته. بنده در جریان سخنرانی قرار بر این بود که آقای جنتی بیاد، اما دقیقه 90 معلوم نشد که از کجا و چیش هماهنگی بشه دستوری داده شده که آقای روحانی میان و سخنرانی رو انجام دادن. اجازه بدید یک پرسش دیگر بشنویم، این برمیگردیم. آیا آقای خامنه‌ای مستقیما در جنایت کوی دانشگاه نقش داشت؟ چه کسانی غیر از رهبر انقلاب در این جنایت نقش داشتند و از آن حمایت کردند؟ خب بیشتر قسمت اول پرسش مد نظر، خواهش می‌کنم بفرمایید. بله خیلی خیلی بله خیلی طولانی میشه اگه من بخوام اینو توضیح بدم، اما دقیقاً آقای خامنه‌ای مطلع بودند. دقیقا من در یک مطلبی هم گفتم، خوش به شما گفتم، در چند ماه قبل از این حادثه 18 تیر یک درگیری پیش اومده بود در پارک لاله تهران که نیروهای انصار حزب الله اونجا بودن، فکر میکنم آقایون محمدی و تبرزدی اون تجمع رو گشته بودن در پارک لاله، که انصار حزب الله اونجا شرکت کرد و اونجا درگیری شدن. فیلم این درگیری رو ما در اولین جلسه خصوصی که با آقای خامنه‌ای داشتیم این فیلمش رو آوردن رو دیوار انداختن. آقای خامنه‌ای ریز به ریز سوال می‌کرد چقدر بودن، چه تعداد بودن، کی این کار کرد. بعد که فکر میکنم آقای دهنمکی این جواب داد که هسته اولیه اینا 50 نفر بود، که آقای خامنه‌ای برگشت گفتش که چطور شما زورتون به 50 نفر نمیرسه، خوف بندازین تو دل اینا و کاری کنید که اینا عرضه ارزندام دیگه نداشته باشن.
این کاملا درسته که آقای خامنه‌ای دیگه در جلسات بعد از 18 تیر دیگه بنده حضور نداشتم در انصار حزب الله و نرفتم، ولی میدونم که خصلت و خوی ایشون دقیقاً این بود. خب. که ویز مطالب رو میپرسید، سوال می‌کرد چه تعداد اجازه بفرمایید. ببخشید، خانواده آقای عزت ابراهیم نژاد که کشته شد در جریان حمله به کوی دانشگاه، در نامه خطاب به مسعود دهنمکی نوشتن در 18 تیر 78 عزت را شبانه و تک و تنها به گوشه کشاندی و با ضربات چاقو زنجیر خودت و دوستانت عزت را از پا درآوردی و در نهایت با تیر خلاص مهدی سفری تبار، پسر امام جمعه اسلام شهر، که در شقیقه و چشم چپ عزت وارد کرد، او را از پای درآوردید. چقدر این درسته آیه ابراهیمی؟ این متاسفانه 100% درسته. آقای مسعود دهنمکی با همون وانت انگوری رنگ معروفش آقای عزت ابراهیم نژاد رو بازداشت میکنه، پشت وانت میندازه و بعد ظاهرا به اتوبان چمران میارن و این درگیری که حالا با زنجیر و اینها درگیر انجام میشن، دو نفر دیگه به اسم محمد باباییان و مهدی سفری تبار در اون درگیری دست داشتن که مهدی سفری تبار ظاهرا تیر خلاص رو به عزت ابراهیم نژاد میزنه. بعد از اون یه فیلمی هم هست که عزت ابراهیم نژاد رو به وانت مسعود دهنمکی دارن سوار میکنن. این فیلم در کمیسیون اصل 90 مجلس بعداً نمایش داده شد که بنده اونجا بودم، آقای تایزاده بود، خانواده فیلم کنم برادر آقای عزت ابراهیم نژاد اونجا بود و یک نفر از دادگاه انقلاب، که همین فیلم اساس بازداشت مهدی سفری تبار میشه در، اگر اشتباه نکنم، 29 تیر ماه مهدی سفری تبار بازداشت میشه، به دادگاه انقلاب برده میشه، ولی ظاهرا کمتر از 24 ساعت با یک فوتوکپی کارت شناسایی، حالا بعضیا میگن کارت گواهینامه، کفالت ایشون آزاد میشه. آره، این عکس عزت ابراهیم نژاد. اما اسلحه‌ای که تحویل مهدی سفری تبار بوده همون بوده، چون در پزشک قانونی مرمیش وقتی کشف میشه همه چیز داله بر اینه که ایشون قاتله، ولی خب ظاهرا قوه قضایی علاقه ای نداشته که پسر نماینده ولی فقیه به عنوان قاتل مشخص بشه. دادگاهی هم که برگزار شد برای به اصطلاح کسایی که حالا در پیش سخنرانی که اول برنامه پخش کردیم از آقای خامنه ای، برای به اصطلاح محاکمه متهمان یا مقصران حمله به کوی دانشگاه، اون سردار فرهاد نظری که عکس خیلی معنیدارش رو روزنامه ها انداختن تبرئه شد اصلا، و تنها کسی که محکوم شد یک سربازی بود که یه ریش تراش دوزیده بود از دانشگاه. بله. آقای ابراهیمی، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. من هیچ فیلمی رو دیگه می‌خواستم یه که فیلمی که درباره ماجرای پرونده نوارسازان بود پخش بکنیم، فقط در این دو دقیقه خواهش می‌کنم بفرمایید که اگر می‌شود که این ماجرای پرونده نوارسازان به کجا کشید. نوارسازان شما آمدین بیرون و افشا کردید آنچه که در کوی دانشگاه گذشته بود و نواری رو در دفتر خانم شیرین عبادی پخش کردید. دقیقاً ضبط کردید. بله، عرض کردم خدمتتون که من روز 18 تیر ماه استعفا دادم و این استعفا در روزنامه‌های دوم خردادی هم چاپ شد. در روز 19 تیر من داخل کوی دانشگاه رفتم، اونجا دانشجویان معترض همه جمع شده بودن و تعدادی هم تریبون آزادی گوشه بودن که صحبت میکردم. اونجا هم صحبت‌هایی رو داشتم و اعتراض کردم، مخالفت خودم رو اعلام کردم و اعلام کردم که این حمله‌ای بوده که به دستور آقای خامنه‌ای انجام شده. 29 تیر ماه بنده بازداشت شدم، 9 ماه در بازداشت سپاه پاسداران بودم که خب حالا اونجا چونه بنده رو شکوندن، سرمو شکوندن، شکنجه هایی شده بودم مبنی که بیام در تلویزیون اعتراف بکنم که اون صحبت ها دروغ بوده. در اون 9 ماهی که بنده بازداشت بودم، خب یه تری از دوستان در داخل در بیرون زندان پیگیر کار من بودن، نهایتا منتج به این شد که با دستور آقای خاتمی بنده و تعداد دیگه از دانشجوهای دانشگاه تهران که بازداشت بودیم آزاد شدیم. من اینجا حق خودم میدونستم که این اتفاقی که برام افتاده رو پیگیری کنم. سراغ خانم عبادی رفتم که ایشون وکیل دانشجویان دانشگاه تهران بودن. همون روز اولی که رفتم سراغ خانم عبادی و گفتم این اتفاق افتاد، خانم عبادی گفت بله ما شنیدیم که شما چه اتفاقی واسهتون افتاد. اصلا صبر نکردیم، رفتیم به سازمان قضایی نیروهای مسلح، همون دادگاهی که داشت حالا آقای نظری هم اونجا. اونجا که ما رفتیم صحبت کردیم با آقای نیازی گفتش که این مسئله خیلی مهمه و ما باید بررسی بیشتری بشه. گفت من این قضیه رو هم باید با رئیس جمهور مطرح کنم، هم با رئیس قوه قضاییه و این ما احتیاج به یک مدرک داریم. شما این حرفایی رو که دارید میزنید
ما نمیتونیم هی شما رو برداریم ببریم این بنا. شما برید در یک نوار ویدیویی این حرفا رو بزنید. ما اومدیم دفتر خانم آبادی، اون نوار ضبط شد و تحویل مقامات قضایی داده شد که آخرام معلوم نشد چه کسی پخشش کرد و شد آغاز اون داستان پرونده نوازساز. و شما 2 سال زندان بودید و بعد آزاد شدید و ادامه صحبت رو با مهمانان دیگر برنامه پی میگیریم. خیلی سپاسگزارم آقای امیر فرشاد ابراهیمی که در این برنامه حضور داشتید. بله و دو مهمان محترم دیگر ممنون از شما. در برنامه امشب صفحه آخر هستند. این نیم ساعت